سلام، سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران و هر کجای این جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. از واشنگتن با شما عزیزان هستم. در ساعت پیش رو بررسی خواهیم کرد مهمترین رویدادها و اخبار ایران را، چه در عرصه داخلی چه در عرصه منطقه‌ای و بین المللی، آنچه را که مربوط به ایران و مردم ایران می شود. آقای عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه دولت آقای روحانی، امروز به آلمان رفته است تا با مقامات این کشور در ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی دیدار کند. قرار است فردا سه شنبه آقای عراقچی و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در بروکسل ملاقات کند. این ملاقات ها در پی توقف مذاکرات هیئت‌های کارشناسی جمهوری اسلامی و گروه پنج به اضافه یک صورت می گیرد. در عرصه داخلی همزمان با سفر هیئت از اتحادیه اروپا و ملاقات آنها با خانم نسرین ستوده و جعفر پناهی، هنوز توضیحات روشنی درباره چگونگی انجام این ملاقات ها و آنچه که در این دیدارها گفته شده منتشر نشده است. این در حالی است که نقض حقوق بشر به گفته نهادهای بین المللی حقوق بشر در ایران به طور گسترده همچنان ادامه دارد. در عرصه منطقه‌ای نیز هشدارهای دولت‌های دوست مردم سوریه به حکومت ایران برای خودداری از ادامه حمایت از بشار اسد رو به گسترش نهاده است. بررسی می‌کنیم مهمترین خبرهای ایران و مربوط به ایران را. در نیمه نخست برنامه آقای پرویز دستمالچی، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر سیاسی، با من و شما خواهند بود. تا لحظاتی دیگر. آقای دستمالچی عزیز، خوش اومدید. آقای شالنگی، با درود به شما و بینندگان محترم تلویزیون. آقای دستمالچی، امروز آقای عراقچی پیش شما بودن، پیش شما یعنی در آلمان بودن، نه مهمانشون. اتفاقات مهمی که افتاده در جریان هست، این قطعا این توقف مذاکرات هیئت‌های کارشناسی هست و آقای محمد جواد ظریف هم همزمان گفته که ما نباید این خبر رو تایید نمی کنیم که به اصطلاح مذاکرات به نتیجه نرسیده و به اصطلاح در میانه را به طور کامل متوقف شده و امیدی نیست به مذاکرات نهایی. حرف آقای ظریف رو میشه باور کرد با توجه به سفر آقای عراقچی؟ گفته میشه برای جلب اعتماد دوباره دولت‌های غربی که به آلمان سفر کرده و بعد اتحادیه اروپا. ببینید، از همون فردای قرارداد ژنو عملاً از سوی جمهوری اسلامی و از سوی پنج به علاوه یک تفسیرهای کاملاً متفاوتی نسبت به قراردادی که انجام گرفته بود، امضا شده بود، بیان می‌شد. طرف غربی می‌گفتش که مسئله لغو غنی‌سازی و تعلیق کردن کارخانه آب سنگین، نیروگاه آب سنگین عراق جز قرارداد هست و جمهوری اسلامی میبایستی نیروگاه آب سنگین عراق رو معلق کنه، تعطیل کنه و همچنین دست از غنی‌سازی هم در نهایت برداره. طرف ایرانیش میگفتش که در این قرارداد حقوق ایران در رابطه با غنی‌سازی و همچنین ادامه فعالیت نیروگاه آب سنگین عراق به رسمیت شناخته شده. یعنی از همون فردای امضای قرارداد معلوم بود که دو نظر کاملا متفاوت و دو برداشت کاملا متفاوت نسبت به اون قرارداد وجود داره. بگذاریم از این که چنین قراردادی آنچه که
بعدن مفاد قرارداد از طرف بخش 5+1 منتشر شد، نشون میداد که ایران در تمام زمینه‌ها کوتاه اومده و در واقع پس از برباد دادن 150 تا 200 میلیارد دلار ثروت کشور و پس از یک اصرار بیهوده 10-15 ساله بر سر فعالیت‌های اتمی، در واقع یکی پس از دیگری در اون قرارداد، در مفاد اون قرارداد عملاً از اون خواستای گذشتهش دست برداشته و این رو هم به عنوان نرمش قهرمانانه به ملت ایران فروختن، ولی واقعیت این استش که یک شکست مفتزهانه بوده است و همچنین برباد دادن سرمایه ملی کشور و همچنین یک پروسه 10 ساله تحریم که کمر اقتصاد ایران رو شکونده و بار بسیار سنگینی بر دوش ملت ایران گذاشته. ببینید خب مسئله اتمی ایران طی ماه اخیر بسیار بسیار مهم بوده، تمام اخبار دیگه تحت شعاع قرار داده، به ویژه نقض حقوق بشر در ایران بارها هم در این باره صحبت کردیم، حرف زدیم. اما مثل یه همچنین روزی که آقای عراقچی به آلمان میان یا مقامات دیگه به کشورهای دیگه میرن، مقامات تهران، آیا هیچ گونه حساسیتی در عرصه ثانعی آلمان وجود نداره در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران؟ جمهوری اسلامی در خود آلمان مرتکب قتل‌های سیاسی، چندین قتل سیاسی شد، از خلبان محمدی تا فریدون فرخزاد تا بسیاری دیگه. ببینید رسانه ها و دولت دو حوزه کاملا متفاوت هست. در رسانه‌های آلمانی روشن است که مقالات زیادی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران، مسئله تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی، مسئله سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی و غیره نوشته میشه از طرف بسیاری از خبرنگاران آزادی که بر پایه داده‌های بی‌طرفانه قضاوت می‌کنند و مقاله می‌نویسند. ولی موازی دولت آلمان چیز دیگری است. موازی دولت آلمان هرچند که اشاراتی به مسئله نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی می کند، ولی دغدغه اصلیش مسئله نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی نیست، بلکه مسئله اصلیش مسئله فعالیت‌های تسلیحاتی اتمی جمهوری اسلامی است، مسئله دخالت‌های جمهوری اسلامی در سوریه است، مسئله دخالت‌های جمهوری اسلامی در تروریسم بین‌المللی و یا احتمالاً مانند گذشته فعالیت‌های تروریستی در پاک آلمان هست. یعنی در حینی که این مسائل اصلیش رو تشکیل میده، اینجا اونجا اشاراتی هم به مسئله نقض حقوق بشر و سیاست‌های بسیار سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در درون می‌کنند، ولی موضوع گفتگوی اصلی اونها اینها نیست، مسئله اتمی است، مسئله موشک‌های دوربرد با کلاهک اتمی است که میتواند خاک آلمان رو هدف بگیره و یا فرانسه رو هدف بگیره و اتحادیه اروپا و از جمله آلمان و یا فرانسه حاضر نیستن جمهوری اسلامی مسلح به موشک‌ها و بمب اتمی بشود، که بلقوه این کشورهای اروپایی تحت تهدید باشن. این رو هم من اینجا بگم که آقای پرویز دستمالچی خوشبختانه از یک عملیات تروریستی جمهوری اسلامی جان سالم به در بردن، در رستوران میکونوس هدف قرار گرفتن. رهبر وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای صادق شرفکندی که کشته شد و چند تن از همراهانشون، خوشبختانه آقای دستمالچی از این حادثه، از این عملیات تروریستی جان سالم به در. چند نفر بودن آقای دستمالچی کشته شده؟ آقای شالنگی 4 نفر در رستوران کشته شدند و 1 نفر زخمی شد. من هم همچنان که شما گفتید جان سالم به در بردم.
رهبر حزب دموکرات کردستان ایران دبیر کلش دکتر صادق شرفکندی کشته شد و طاهر عبدلی نماینده حزب در اروپا کشته شد و همچنین نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در آلمان همایون اردلان کشته شد، به اضافه نوری دهکردی که از فعالان جنبش چپ ایران بود و ساکن برلین و همراه دکتر صادق شرفکندی. بله، دادگاهی انجام شد، دادگاهی برگزار شد که به دادگاه میکونوس شهرت یافت. اما آقای دستمالچی عزیز، ببینید این نگرانی آلمان از 4 تا موشک جمهوری اسلامی دور برد یا هر چیزی که از میان برد یا تلاشش برای دست یافتن به بمب اتمی که مورد تایید بسیاری است، میشه گفت که نگرانی معقولی هست. حالا کشورهای اروپایی سپر دفاعی امکان دفاع در برابر چنین موشکایی رو ندارن یا خونسرد کردن سیستم اونها، اینا بحثایی است که فعلا مورد نظر من و شما نیست. اما چرا این نگرانی راجع به کشورهای دیگه مثل پاکستان وجود نداره؟ یعنی هواداران برنامه اتمی ایران میگن که آقا پاکستان هم برنامه اصلا بمب اتمی داره و در اونجا هم گروه ها و سازمان های افراطی اسلامی هست، یکی از پایگاه های القاعده در پاکستان هست. این نگرانی اونجا وجود نداره؟ چرا؟ ببینید، در پاکستان هم نگرانی وجود داشت. من فکر میکنم مسئله پاکستان یه طوری از دستشون در رفت، همچنان که شما میبینید در رابطه با فعالیت های اتمی لیبی و یا افریقای جنوبی و یا برزیل و یا غیره، این همین اقدامات جامعه جهانی و یا اتحادیه اروپا انجام گرفت. به اضافه این که پاکستان موشک‌های دوربرد نداره، موشک‌های میانبرد داره با شعاع 300 کیلومتر، اون هم در رابطه با در واقع هندوستان هست که به نظر من میبایستی در یک برنامه دراز مدت رفت در منطقه به طرف حل اصلاح اتمی. نگرانی اتحادیه اروپا و نگرانی کشورهای اروپایی و یا نگرانی جامعه جهانی از اتمی شدن جمهوری اسلام صرفا اتمی شدن جمهوری اسلامی نیست، بلکه پیامدهای اونه. یعنی پس از اینکه جمهوری اسلامی اگر اینا ناموفق بمونن و جمهوری اسلامی موفق بشه به بمب اتمی دسترسی پیدا بکنه و یا در شرایطی قرار بگیر از نظر تکنولوژی که هر زمان بتواند که اراده کرد در مدت اندکی بمب رو تهیه بکنه، این موجب یک رقابت تسلیحاتی اتمی در منطقه خواهد شد، از جمله عربستان سعودی، ترکیه، مصر، الجزایر و کشورهای دیگه اعلام کردن رسما که در صورت اتمی شدن جمهوری اسلامی، از اونجایی که تعادل نظامی منطقه به هم خواهد خورد، اونها هم بمب اتمی خواهند ساخت با موشک‌های دوربرد. و این خطر واقعی هست نه تنها برای اتحادیه اروپا و جامعه جهانی، بلکه برای خود ملت ایران هم شما یک خطر بسیار بزرگه و این سیاست بسیار غلطیه. شما تصور بکنید ایران رو که دور تا دورش کشورهایی باشند که همه دارای بمب‌های اتمی باشند و موشک‌هایی باشند که ایران رو بتونن هدف قرار بدن، در منطقه‌ای که موقعی که رئیس جمهورش فوت میکنه و یا پادشاهش و یا غیره اصلا ثبات وجود نداره، و میتواند هر گروه تندروی بیاید و اصولا در این کشورها چون نظام دموکراتیک نیست، میتواند اون دیکتاتور و یا اون فرد مستبد به خاطر نبودن کنترل دموکراتیک روش دست به عملیات حساب نشده بزنه. به همین دلیل مسئله اتمی شدن جمهوری اسلامی فقط به تنهایی مسئله نیست، برای اینکه جمهوری اسلامی فرضاً دو تا
یا 3 موشک هم داشته باشه یا بمب اتمی داشته باشه از اون نمیتونه استفاده بکنه و بارها هم از فرانسه گرفته تا اسرائیل و یا انگلستان اعلام کردن که به مجردی که موشک‌های ایران بلند به هوا بلند بشن با کلاه اتمی اونو در همون فضای ایران داغون خواهند کرد و به تلافی خب بله و بس بسای همینه. وقتی همچین سیستم دفاعی وجود داره اگه کوتاه بفرمین این همه نگرانی برای چیه؟ برای اینکه خیلی مختلط این از اساس یک بازرگرمی هم بوده، از روز اول میتونستن جلوی برنامه رو بگیرن، توسعه برنامه اتمی ایران رو خود همین شرکت‌های اروپایی حالا با فرار از تحریم‌ها، دور زدن تحریم‌ها، آگاهی دولت‌ها، هر چه که بوده این برنامه اتمی ایران رو به اصطلاح مواد مورد نیازش بهش رسوندن، وگرنه 10 سال بیش از 10 سال گرفتاری ایجاد کردن و تحریم و لطمش به مردم ایران خوردن. این همه برای چی؟ آقای شالنگی، مسئله شرکت ها که بنا بر منافع اقتصادی خودشون عمل میکنن و دولت ها خب دو تاست. بسیاری از شرکت ها تحریم ها رو دور میزنن به انواع مختلف، راه‌های گوناگونی پیدا می‌کنند برای اینکه جمهوری اسلامی برای آنچه را که به عنوان مواد می‌خواهد پول بسیار بالایی 2 برابر و یا 3 برابر قیمت می‌پردازد و این انگیزه است برای بسیاری از شرکت‌هایی که مسئله‌شون اصلاً این مسائل سیاسی نیست بلکه تولیدات و فروششونه، این کارا رو بکنند. ولی واقعیت این است که در دولت‌ها نگرانی وجود داره. گفتم عمده نگرانی هم این نیست که گویا مثلا حالا جمهوری اسلامی 1 بمب یا 2 بمب داشته باشه اون رو میتونن کنترل کنن و جمهوری اسلامی هم نمیتونه استفاده کنه. مسئله پیامدش این استش که در منطقه یک رقابت تسلیحاتی غیرقابل کنترل اتمی به وجود بیاد. خب به هر حال این بحثیست که در برنامه‌های آینده حتما بهش خواهیم پرداخت. چه کسانی مخالف این هستن که منطقه اتمی بشه و چه کسانی دامن میزنن به این که منطقه اتمی بشه و این هم بازاری هست برای مثلا این شرکت‌ها یا دولت‌ها یا مجموعه هر دو. اما یک نکته آقای دستمالچی، ببینید آقای جنکری وزیر خارجه آمریکا اینجا در واشنگتن به کنگره رفت هفته پیش، توضیحاتی داد برای اینکه مبهم هست این توافق ژنو و همطور مذاکرات پنهانی که آمریکا داشته با جمهوری اسلامی. قرار فردا سه‌شنبه هم در سنا حاضر بشه در کمیته مربوطه روابط خارجی و روابط خارجی سنا آمریکا و اونجا هم باز توضیح داده بشه، مورد سوال و بازخواست قرار میگیره که یک مفاد این قرارداد و توافق ژنو توضیح داده بشه، روشن بشه چی هست. 2 مذاکرات پنهانی که وجود داشته بین واشنگتن و ایران در عمان و جاهای دیگه. در آلمان چنین سیستمی هست، چنین نظامی هست که توضیح بخواین که در تمام این سالها دولت آلمان به هر حال روابط اقتصادی گسترده‌ای با جمهوری اسلامی داشت. شما می‌فرمایید که البته شما نماینده دولت آلمان نیستیم، من میخوام این مکانیزم نظارت بر قدرت سیاسی یعنی بر عملکرد دولت در مورد سیاست خارجی چجوری است در آلمان و چقدر حقوق بشر درش مهم هست در این سیاست خارجی. در آلمان هم مثل تمام کشورهای دموکراتیک سیاست وزارت امور خارجه تحت کنترل نمایندگان ملت در پارلمان، یعنی در کمیسیون امور خارجه پارلمان هست. یعنی دولت آلمان نمیتواند در زمینه سیاست خارجی هم هر کاری که دلش خواست بکند بدون اینکه نمایندگان ملت رو مطلع بکنه و اونها بتوانند این سیاست رو کنترل بکنند. ولی واقعیت عینی در تمام دنیا در رابطه با سیاست امریکا و یا در رابطه با سیاست اتحادیه اروپا و آلمان این استش که منافع خارجی بر اساس اخلاق و اتیک و یا حقوق بشر انجام نمیگیره، بلکه بر اساس منافع ملی آلمان و منافع ملی آلمان
از نظر استراتژیک میتواند نظامی باشد و میتواند اقتصادی باشد و برای آلمان در شرط کنونی اقتصادی در گذشتم اقتصادی عمدتاً بوده است. این که حجم مبادلات بازرگانی ایران و آلمان اکنون 2 میلیارده ولی به مجرد برداشتن تحریم ها و عادی شدن رابطه آلمان با ایران به 10 میلیارد دلار خواهد رسید، خب این انگیزه بسیار قوی هست که دولت آلمان زیر فشار صنایع آلمان و صاحبان سرمایه آلمان تلاش بکنن به جمهوری اسلامی نزدیک بشن. ما بایستی به عنوان ایرانیان و اپوزیسیون ایران در رابطه با نقض حقوق بشر کارهای خودمون رو بکنیم و اونجایی که ممکن هست از سیاست‌های اتحادیه اروپا و یا سازمان ملل متحد و یا امریکا در این زمینه استفاده بکنیم، وگرنه سیاست خارجی هیچ کشوری بر اساس حقوق بشر و یا اخلاق و اتیک متاسفانه دارم میگم بنا نشده. تا اونجا برسیم ما هنوز 100 سال لازم هست تا اینکه کشورها توجه لازم رو به نقض حقوق بشر بکنن. ولی آقای دستمانچی البته در زمانهایی که لازم باشه حقوق بشر به اصطلاح میشه شاخص سیاست خارجی دولت ها، یعنی مثلا خاطرتون هست در سال 1357 حتی پیش از اون، در چون همین روزها همزمان هست با ایام یا روزهای انقلاب اسلامی در ایران، در سال 57 56 در چون این روزهای و بعد دیگه در سال 57 در چون این روزهای سیاست خارجی آمریکا و دول اروپایی متحدان آمریکایی علم کردن مسئله حقوق بشر بود در ایران و بسیار روی این مسئله صحبت میشد. حرف شما کاملا درسته و اون سیاست یعنی هدفی بود پس. بله اون ابزاری بود برای رسیدن به اهدافی که دنبال میشد، ولی این که حقوق بشر تبدیل بشه به یکی از محورها و هدفهای اصلی سیاستهای کشور خارجی، ما تا اونجا هنوز 7 سال فاصله داریم. شما توجه بفرمایید که از مجموعه 200 کشور عضو سازمان ملل متحد تقریبا 2/3 اصلا حقوق بشر رو قبول نداره و رعایت نمیکنه. شما نگاه بکنید کشورهای افریقایی رو در منطقه خاورمیانه و یه جاهای دیگر رو، این یک واقعیت که به هر حال شامل جمهوری اسلامی و شامل ما ایرانیان هم میشه. به همین دلیل من همیشه صحبتم این استش که مسئله حقوق بشر عمدتاً میبایستی مسئله اپوزیسیون ایران و ملت ایران باشد و فشار بیاورد به کشورهای دیگر که در مذاکراتشون در روابطشون با جمهوری اسلامی به این مسئله توجه لازم رو بکنن. هیئت اروپایی رفته بوده به ایران، بله، ظاهراً با خانم نسرین ستوده و جعفر پناهی وکیل و فیلمساز ایرانی ملاقات کردن. بسیار کار خوبی انجام گرفته این ملاقات که به هر حال یک تقویت روحیه و تقویت اخلاق و اتیک و حقوق بشر در رابطه با اپوزیسیون داخل ایران و یا بیرون ایرانه و اونو تقویت میکنه. ولی از طرف دیگه این که ببینید در گفتگوهای ژنو هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی برخلاف سالهای گذشته که با زنان بدحجاب یا بیحجاب نمیشست نشست. چرا؟ چون در فشار بود. به همین دلیل من اعتراض میکنم به این که زنانی که جزء هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا بودند و به ایران رفتن در اونجا مقنعه به سر کردن و یا روسری به سر کردن و این یک نوع دهنکجی هست به بخشی از اپوزیسیون ایران که خواهان انتخاب آزاد پوشش هست. آقای دستمانچی عزیز، آیا میشه مکانیزمی وجود داره در پارلمان، در نهادهای دیگه دموکراتیک آلمان
که خواسته میشه از مثلا هیئت‌های آلمانی در اتحادیه اروپا یا هر هیئت دیگه‌ای که از طرف آلمان به ایران که خواستار دیدار از زندان میشه، به زندان‌ها برن. گام بعدی آیا میتونه این باشه یا خیر؟ ببینید این خواست همواره مطرح میشه و سال‌های گذشته بسیار مطرح شده و هیئت‌هایی که به ایران سفر میکنن مخالفتی هم ندارن، میپذیرن که همچین خواستی رو مطرح بکنن، ولی واقعیت این استش که جمهوری اسلامی از پذیرش این سر باز زده و میزنه، مگر اینکه فشار از بیرون آنچنان باشه که تن به چنین کاری بده. شما در عکس العمل به گزارش آقای احمد شهید در رابطه با سازمان ملل متحد و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی و مسئله اعدام ها دیدید که رئیس قوه قضایی آقای لاریجانی آمدن و گفتن که ما نه زندانی سیاسی داریم و بعدم اعدام مسئله اسلامی ربطی هم به هیچکی نداره، حقوق بشر هم در جمهوری اسلامی، ما حقوق بشر اسلامی داریم و حقوق بشر شما رو قبول نداریم. خب چنین عکس العملایی میشه و یا میبایستی زور بسیار باشه، همچنان که تحریم ها مسئله نشست ژنو رو به گردن جمهوری اسلامی انداخت و نرمش قهرمانانه یعنی پذیرش شکست رو به گردنشون انداخت و اومدن نشستن و مذاکره کردن، هرچند که به نظر من هنوز پایان کار روشن نیست، برای اینکه اولا مسئله خطر جنگی رو که بر روی سر ملت ایران وجود داشت و عمدتاً از طرف اسرائیل انجام می‌گرفت و با امریکا، اسرائیل اعلام کرده که تعهدی به این توافقنامه نخواهد داشت برای اینکه مسئله موجودیتش مطرح است. به همین دلیل در رابطه با هیئت‌های نمایندگی که از طرف اتحادیه اروپا به ایران می‌روند، این خاص از طرف اپوزیسیون مطرح شده. شما میدونید در اروپا و امریکا سازمان‌های حقوق بشری و مدنی بسیار زیادی فعال هستند، مراجعه میکنند، خواسته رو گفتن، ولی جمهوری اسلامی حاضر نیست تن بده مگر اینکه فشار واقعا زیاد باشه. من یک توضیح رو برای بینندگان بدم، اشاره کردم به حضور آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا در سنای آمریکا، همونطور که در کنگره بود، تمام علاوه بر این توضیحات خواستار توضیح شدن از وزیر خارجه آمریکا درباره مذاکرات و توافقنامه ژنو و سیاست خارجه آمریکا از طرف دیگه، یعنی از طرف آقای جان کری و وزارت خارجه آمریکا، همچنان تلاش میشه که تصویب جدید برای تحریم‌های جدید علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو مانع بشه. این رو هم باید بگم که اواخر این هفته چهارشنبه پنجشنبه دیگه تعطیلات کریسمس آغاز میشه و میره تا اول سال میلادی آینده که برگردن و به کنگره. یکی از کسانی که باز در این زمینه صحبت کرده و صحبتاش امروز در نشریات اینجا واشنگتن پست و نشریات دیگه منتشر شده، آقای جان مکین هست، سناتور جمهوری خواه آمریکا، که به شدت خواستار افزایش تحریم ها علیه جمهوری برنامه اتمی جمهوری اسلامی است، به این دلیل و با این توجیه که به هیچ وجه قابل اعتماد نیست حکومت ایران، آنچه که مفسرین و برخی از مفسرین در این زمینه میگن. اما آقای دستمالچی عزیز، صحبت فرارسیدن سال مسیحی میلادی جدید شد، میبینیم در آستانه سال میلادی جدید و همزمان با سفر هیئت اروپایی به تهران و همزمان با تلاشایی که از طرفی میشه برای نشون دادن حسن نیت در برابر قبل، حملات تازه‌ای به کلیساها و نوکیشان مسیحی در ایران انجام میشه ده. یا اون طرف در رجای شهر اعدامهایی صورت میگیره که باز فاجعه است و بقیه مسائل. این دوگانگی رو در ایران شما چطور توجیه میکنی؟ یک طرف با لبخند به طرف قبل، یک طرف سرکوب های بیشتر در داخل. آقای چالنگی، این مسئله لبخند فقط در رابطه با سیاست خارجی هست. برای حل یک مشکل و موزل جمهوری اسلامی، مسئله تحریم ها
که واقعا به مقدار بسیار زیادی کمر اقتصاد ایران رو شکونده و موجب نارضایتی بسیار بالایی در ایران شده، هرچند که مجموعه اونها رو نبایستی به حساب تحریم ها گذاشت، بلکه به حساب بی‌لیاقتی و مدیریت بسیار غلط و نادرست جمهوری اسلامی، که مسئله مربوط به چند سال گذشته نیست بلکه در 34 سال زندگی جمهوری اسلامی انجام گرفته. شما اگر که صحبت هایی رو که مقام های جمهوری اسلامی اینجا اونجا مطرح میکنن از دهانشون در میره، اعترافاتی که میشه شما کنار هم قرار بدید، متوجه خواهید شد که چه وضعیت اسفباری در جامعه وجود داره و جامعه در حال ورشکستگی و انفجاره. خب یکی میاد میگه که 70% شهرهای ایران عملا ورشکستن و پول ندارن، یکی میاد میگه که از 18 شرکت هواپیمایی کشور 16 تای اونا عملا ورشکستن، یکی میاد میگه شرکت گاز ملی ایران ورشکسته است، یکی میاد میگه گمرک جنوب ورشکسته است و سراسر فساد و جعل اسناد میکنه و غیره، یکی میاد میگه که در صندوق کشور بیش از 180 هزار میلیارد کمبود داره و غیره. خب اینا رو شما بذارید کنار هم دیگه، وضع دریاچه ها و رودخانه ها و خوش شدن اونا رو به اضافه هوای تهران و اهواز و شهرهای دیگه که مردم اصلا نمیتونن نفس بکشن، خب اینا همه نتیجه مدیریت این جمهوری اسلامیه. خب ببینید آقای دستپاچی، امیدهای بسیاری رو سعی کردن در تبلیغات یا بعد از تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به وجود بیاد که با آمدن دولت حجت الاسلام روحانی گام های در واقع مغایر یا مخالف یا با ماهیتی متفاوت از آنچه که دولت احمدی نژاد انجام داد در خیابان‌های تهران و شهرهای ایران انجام میشه، از جمله در مورد مردم بانوان ایران. اما چند ماهی نگذشته میبینیم که هموناش همون کاسه، یعنی وزیر کشور در دولت آقای روحانی همون حرفی رو میزنه که وزیر کشور در دولت احمدی نژاد، نیروهای هرچی که هستن منکرات یا انتظامی ناجا با بدحجابی باید برخورد کنه به طور شدید، به طور هرچی که هست طبق قوانین به گفته ایشون. اینها رو شما نشونه چی میبینید؟ چه تفاوتهای بنیادی بین این دولت و دولت پیشین میبینید؟ ببینید تفاوت بنیادی وجود نداره، بلکه باشه در نظر گرفتن شرایط بسیار بدی که بوده وجود داشته و هنوز هم داره و در آینده هم وجود خواهد داشت، در واقع روی آقای حسن روحانی یک ائتلافی انجام گرفت. شما توجه داشته باشید که پس از نظارت استصوابی کاندیداها و کنار گذاشتن بسیاری از کاندیداها و انتخاب یک هسته مرکزی طرفدار نظام، بعدن آقای خاتمی آقای غربی رو بیرون برد به نفع آقای حسن روحانی و آقای رفسنجانی هم گفت نماینده ایشون آقای حسن روحانی هستند، به اضافه اینکه آقای حسن روحانی نماینده رهبر به مدت 20 سال در شورای عالی امنیت ملی بودند. یعنی بین سه جناح رژیم توافقی انجام گرفت تا بتوانن احتمالاً این بحرانی رو که لب مرز سقوط بود بگذرونن. اگر دولتی و کسی نیست که نداند امروز که مقام ریاست جمهوری طبق قانون و طبق در واقع واقعیت‌های حقیقی و حقوقی قدرت در ایران پس از مقام رهبری مقام دوم اجرایی کشوره و وظیفه اصلیش اجرای سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف بیت رهبری است. یعنی آقای احمدی نژاد اگر این چنین کرد یا آنچنان، مجموعه نظام باهاش همراهی داشت و بارها شما دیدید که خود رهبر میگفت
آقای احمدی نژاد نزدیکترین فردن به ایشون، یعنی سیاست ها نه نتیجه خودسری های احمدی نژاد بلکه اجرای سیاست های کلی نظام از سوی دفتر رهبری بوده که مجمع تشخیص مصلحت نظام اون رو تایید کرده. و این که آقای احمدی نژاد که میگویند گویا مسئول این فلاکت اقتصادی و غیره و غیره بوده، این که بعد از دوران ریاست جمهوریش از طرف رهبر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام منتصب یا منتخب میشه، خودش گویای این هستش که از ایشون دارن قدردانی میکنن به خاطر کارهایی رو که کرده. بله اون مسئله. و نتیجه اگر شما بخوای دولتی به روی کار بیاوری که سیاست دیگری بکند و فضای امنیتی رو در ایران کمتر بکند و از سرکوب ها دست بردارد، که شما وزیر دادگستری تو آقای پور محمدی نمیاری که دستش به خون هزار نفر آلوده است. سپاسگزار هستیم آقای پرویز دستمالچی عزیز، با سپاس بسیار از شما در آلمان. آقای شالنگی منم از شما بسیار سپاسگزارم و از بینندگان محترم تلویزیون. آنچه که در عرصه سیاسی داخلی می‌گذرد، مادر رضا یک دو آنچه که در عرصه سیاسی داخلی می‌گذرد، مادران زندانیان سیاسی چه می‌گویند و مادرانی که فرزندان خود را در جمهوری اسلامی از دست دادند و توسط ماموران جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. با شما خواهیم بود تا لحظات دیگر. نیمه دوم برنامه میهمان ما آقای اکبر عطری خواهند بود از واشنگتن. تا لحظات دیگر. آقای اکبر عطری با من و شما هستند، فعال در زمینه حقوق بشر و از گردانندگان و مسئولان بنیاد توانا، بنیاد آموزشی توانا در واشنگتن. سلام به شما آقای اکبر عطری عزیز. منم سلام دارم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم سراسر دنیا که این برنامه رو می‌بینید. آقای عطری عزیز، به تازگی اظهارات مادر داغ دیده ستار بهشتی رو ما شنیدیم، مادر سهراب عرابی رو شنیدیم و مادران بسیاری درباره فرزندانشون چه گفتن، و به یاد میاریم ایامی رو که بعد از انتخابات دور دومی که آقای احمدی‌نژاد دوباره بر کرسی ریاست جمهوری مستحکم کرد برای 4 سال دیگه، چه افرادی کشته شدن. ندا آقا سلطان و و و و و بسیار خب. الان مدت زمان کافی شاید باشه که نگاهی بندازیم به این که تفاوت‌های بنیادی آیا شما می‌بینید در دولت آقای حسن روحانی با احمدی نژاد در زمینه تامین حقوق بشر در ایران. ببینید آیه چالنگی، شاید بهترین جمله‌ای که گفته شده تو این زمینه از خود آقای مطهری قرض بگیریم که نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی. به هر حال ایشون گفتن که وزارت اطلاعات یا بالاخره حکومت که ریگی رو میتونه تو هواپیما تو هوا بگیره، چطور کسایی که تو دفتر کار من شنود گذاشتن رو نمیتونه پیدا بکنه. بس صحبت این نیستش که اینها توی با عوض شدن دولت وضعیت حقوق بشر تو ایران تغییر پیدا بکنه. همونطور که میبینیم بعد از روی کار آمدن دولت افزایش اعدام ها بیشتر شده و در اصل و بحث برخورد با سازمان های غیر دولتی فشار روی اونها بیشتر شده و اینها دلایل دی مختلفی داره. اون چیزی که ولی اصل مسئله هست، خود دولت حالا اگر با نگاه خوشبینانه بگیم، اگر مخالف چنین برخورده هایی هم باشد، توان و امکان و در اصل قدرت مقابله با
برای جلوگیری از اینها رو نداره. با تغییر این آدم ها فقط امید تو دل یه بخشی از جامعه زنده میشه، یا با انتخاب افراد مثل احمدی نژاد ناامیدی تو دل مردم میاد، ولی در واقعیت هم چیزی رو تغییر نمیده. من برمیگردم به هر حال کسایی که فکر میکنن که البته ما دوست داریم این اتفاق بیفته، دوست داریم نقض حقوق بشر کم رنگ بشه تو جمهوری اسلامی با روی کار آمدن دولت نسبتاً بگیم که حالا اون چیزی که میانه رو به ازش نام میبرند فشار روی مردم کمتر بشه، ولی واقعیت هم چیز دیگریه. شما نگاه بکنید خیلی ها تحلیل میکنن که همون خود امریکا، ایرانیایی که به هر حال تحت فشار حکومت از کشور اومدن بیرون، اینکه با در عرصه خارجی جمهوری اسلامی تن به مذاکره داده، قبول کرده غنی‌سازی رو، داستان غنی‌سازی اورانیوم رو با غرب کنار بیاد، به خاطر روی کار آمدن دولت میانه‌رو. ولی از همین آقایون وقتی که میپرسید دلیل این همه فشار، بازداشت‌ها و اعدام‌ها چیه، چرا دولت اقدامی نمی‌کنه، میگن که خب میدونی که دولت هیچ کاره است. این در از واقعیتیه که تو جامعه ما هست. اگر دولت کاری بود باید تو سیاست داخلی هم این اتفاق میافتاد، نه فقط تو سیاست خارجی. و اگه دولت کاری نیست، بر از در از این سیاست خارجی های خامنه‌ایه که چه اپوزیسیون چه پوزیسیون دارن ازش حمایت میکنن. بنابراین الان این خود آقای خامنه‌ایه و دستگاه های تحت امر ایشون هست که این مسائل رو تو جامعه صورت میدن. آقای عطری ببینید الان تا اونجایی که اطلاعاتی که منتشر شده، برخی از زندانیان سیاسی در اعتصاب قضا به سر میبرن، وضعیت جسمانیشون خوب نیست و خطر از میان ما رفتن، از این جهان رفتن به هر حال تهدیدشون، خطر مرگ، مردن در زندان. خب خیلی هم در زندان زیر شکنجه کشته شده یا در اثر ضرب و شتم مثل زهرا کاظمی نازنین. الان هوتن دولتی هست، در اعتصاب قضا هست، بیمار قلبی هست، حسین رونقی هست، ارجنگ داوودی هست و میشه شما بسیار بسیار زیاد. این یه طرف موضوع هست و موارد دیگه نقض حقوق بشر. از طرف دیگه در آمریکا، ما در همین واشنگتن، این مسئله رو شما توضیح بدید، چند اندازه دولت کنونی آمریکا نسبت به مسئله حقوق بشر به اندازه کافی یا اونچه که به طور عرفی در سیاست خارجی آمریکا بوده حساسیت داره یا نه مسئله اتمی تحت شعاع قرار داره؟ آقای چالنگی، دولت آمریکا در از حافظ و تأمین کننده منافع آمریکاست و مردم آمریکا. متاسفانه با توجه به توضیحات قبلیم شرایطی رو به وجود آوردن. فرض اگر دولت آمریکا به بنا داشت که این مسئله رو تو همون بحث گفتگوها وارد بکنه، جزء دستور گفتگوها با ایران قرار بده، خود ایرانی، اکثر ایرانیایی که به هر حال اون چیزی که به امروز طرفدار دولت آقای روحانی یا دولت فعلی هست، اونها اجازه نمیدادن. شما نگاه بکنید وقتی که خانم شیرین عبادی، به هر حال موازش چیزش معلومه، یا آدم کاملا میانه‌رو بوده همیشه، خیلی چیزایی که امثال من شاید مورد قبول تاییدم نبودن، قبول نمی کردم موازشو، وقتی که صحبت از حقوق بشر و پرداختن به مسائل میشه تو این گفتگوها، انواع اقسام دشنام ها، ناروا ها تو خود همین فیسبوک و خود صفحه بی بی سی که متن اون صحبت ها رو گفته کرده بود نثار ایشون میشه و کار به جایی میرسه که این مسئله رو ور میدارن. میخوام بگم که متاسفانه شرایط احساسی به وجود اومده که خود اکثریت افرادی که به هر حال از طرفدار دولت هستن، اینا متاسفانه این مسئله رو نادیده میگیرن و حتی با وجود اگر فرض این که اگه آمریکا، دولت آمریکا میخواست این مسئله رو بیاره تو بحث گفتگوها، اونها اصلا مخالفت میکنن، فکر میکنن که این باعث میشه که گفتگوها به نتیجه نرسه، در حالی که
در حالی که خود همونطوری که گفتن این گفتگوها میان حکومت اصلاح طلب یا میانه رو ایران و غرب نیست. این گفتگو، این مذاکرات از شروعش تا پایانش توسط شخص آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران در اصل کنترل میشه. اونها تشخیص میدهند که این گفتگوها کی شروع بشه و چرا تموم بشه و دلایل گفتگوها هم بر همگان مشخصه. تحریم های شکننده که به هر حال فشارش تو دوش مردم هست باعث این گفتگوها شده. ای کاش میشد که خود کسایی که به هر حال اصلاح طلب هستن، اپوزیسیون هستن، حداقل سر این موضوعی که واقعا به نظر من ملی اصلاح طلب و اپوزیسیون البته دو تا چیز مختلف هست، واقعیت نیست. این جمله رو تمام بکنم. ای کاش هم صدا میشدن که تو خر به فشار آوردن تو افکار عمومی غرب که در گفتگو بین جمهوری اسلامی و غرب باید مسئله حقوق بشر، هم نکاتی که اشاره میکنه، این همه زندانی، این همه فشار، این همه اعدام، این هم جزء اون دستور کار مذاکره با جمهوری اسلامی باشه، ولی متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاده. خب من چون اسم خانم شیرین عبادی برده شد، برای برخی از بینندگانمون من فقط توضیح میدم که خانم شیرین عبادی برنده جایزه نوبل اولین بانویی بود که پیش از انقلاب به مقام قضاوت رسید، یعنی به عنوان قاضی، اولین بانوی قاضی بود در ایران، که میدونیم بعد از انقلاب قضاوت دیگه برای بانوان ممنوع شده. خانم عبادی از طرف البته منتقدینشون بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود در اوالی که جایزه نوبل رو برده بود، چون تریبون‌های بین‌المللی رو که به دست آوردن منتقدینش به این دلیل مورد انتقاد قرار دادن که ایشون برای محکوم گرفتن دولت آمریکا در مورد زندان ابو غریب و گوانتانامو بیشتر سخن گفت تا گزارش کردن آنچه که در زندان‌های جمهوری اسلامی در آن زمان می‌گذشت. آقای اکبر عطی عزیز، ببینید باز این رو من در نیمه نخستم اشاره کردم، وزیر کشور در دولت آقای روحانی دستور داده یا خواسته توصیه کرده که نیروی پلیس انتظامی یا هرچی که هست به وظایف خودش در ارتباط با بدحجابی عمل بکنه. چرا به نظر شما 34-35 سال هنوز جمهوری اسلامی نتونسته اون حجاب مطلوبش رو بر سر زنان و بانوان ایرانی تحمیل کنه؟ کجاست؟ گفته میشه مقاومت بانوان ایرانی در برابر چنین خواستایی. ببینید یه خواسته ای که به هر حال خارج از اون فرهنگ اکثریت یا لالا بخشی از جامعه ایرانه، یه کاریه که به کار حکومت نیست که این کار رو انجام بده. و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در حال حاضرم به خاطر مسائل شرعی و مذهبی نیستش که بحث داستان فشار بر حجاب و اینجور مسائل را دنبال میکنه. جمهوری اسلامی از این حربه به عنوان کنترل بخشی از جامعه مخصوصا زنان استفاده میکنه. یعنی شما دعوات با حکومت میشه این که شما روسریت رو چه نوع لباسی بپوشید، چه نوع حجابی داشته باشید. این جمهوری اسلامی تو حوزه های مختلف میخواد سطح تقابل خودش رو با مردم پایین تر بیاره تا اینکه بحث حقوق و اساسی و مباحث جدید بتونه طرح بشه. چرا جمهوری اسلامی اجازه نمیده خانم ها استادیوم ورزشی برن فوتبال نگاه بکنن؟ خیلی چیزای دیگه، اینا بحث کنترل هستش. و چون به هر حال خودی برای خودشون همونطور که اشاره کردی بعد از 30 و چند سال مشخص شده که کار بیهوده ایه. اگر اینها به این چیزایی که باور داشتن، حداقل فرزندان اینها، اونایی که به هر حال قدیمی ترن تو جمهوری اسلامی، نواهای اینها، خواسته ها و این دیدگاه اینها رو میپذیرفتن، میبینیم که چنین نیست. اینها دیدگاه هاشون، نظراتشون، حتی تو خانواده های خودشون نتونستن اینها رو عملی بکنن. و این خواسته در از این فشار، این مسئله یه مسئله حربه هست برای کنترل زنان. و به هر حال جمهوری اسلامی و حکومت تبعیض‌آمیز، یا این تبعیض تو حوزه های مختلف صورت میگیره و بهتره که به جای اینکه دعوایی بشه که چرا زنان به عنوان یک انسان کامل تو حکومت رحمانی جمهوری اسلامی به عنوان انسان شناخته نمیشون، دعوا رو تقلیل بدن به دعوای حجاب و بی‌حجابی. آقای عطری عزیز، ببینید در جمهوری اسلامی هر از چنگا یکی از کسانی که دستن در کار
حکومت بوده، سمت‌های بالایی داشته، مثلا در حال حاضر سعید مرتضوی. این رو می‌بینیم که به دادگاه میخوان ولی تمام مسائل مربوط به ایشون مطرح نمیشه، حتی صدای برخی از مجلسیان هم در اومده یا نهادهای دیگه. ایشون در سازمان بیمه های اجتماعی شکرده، قبلش مسئول دادگاه مطبوعات بوده و و و و سمت های دیگه. اینها رو ناشی از اجرای عدالت میدونید یا نه اختلافات درونی هست در نظام ولایت فقیه آوردن آقای سعید مرتضوی به هر حال به دادگاه یا کسانی مثل ایشون؟ ببینید قطعاً تو دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هم افراد عادلی هستن، ولی برای اجرای عدالت چند تا مسئله مهم هست که میبینیم که جمهوری اسلامی فاقد اونها هست. یکی بحث خود دستگاه قضایی مستقل هست، قانون هست و بحث قاضی که مجرم باشه. میبینیم که هر ستای اینها توسط جمهوری اسلامی کنترل میشه، بنابراین صحبت از اجرای عدالت منتفیه. اگر عدالت در کار بود امروز مادر ستار بهشتی، سهراب ورابه، خیلی کسایی دیگه که فرزندانشون بدون گناه کشته شدن هنوز منتظر محاکمه قاتلان فرزندانشون نمیموندن. آقای مرتضوی در اصل اتفاقا از سربازای خوب جمهوری اسلامی بوده، آقای خامنه‌ای بوده، سوگلی آقای خامنه‌ای بوده دستگاه قضایی. آقای خامنه‌ای با حربه آقای مرتضوی تمام مطبوعات رو بست، تمام خبرنگارا رو زندانی کرد، زندان تحت فشار از اونها در از اعتراف گرفت علیه خودشون علیه. و حال امروز معلومه که آقای مرتضوی هم درس گرفته، به هر حال تو جمهوری اسلامی دو نوع افراد باش برخورد میشه، چه اونایی که از هر دو طرف ازش دور میشن، چه اونایی که مثل سعید امامی که با اون که خود حکومت به هر حال وصل بودن بهشون، مجری اوامر اونها بوده، به عنوان عامل بیگانه به اون شکل قربانی میشن، یا چه کسایی که در از طرف دیگه به عنوان اصلاح طلب و غیر ذالک از این قطار حکومت پیاده میشن. ولی آقای مرتضوی درس گرفته امروز با توجه به اینکه دست پری داره، به هر حال در حال حاضر اراده برخورد با ایشون نه به خاطر مسائل امنیتی، برای اینها همه برای اقناع افکار عمومی و داخل خود حکومت هست. و الله اگر قرار عدالتی اجرا بشه پرونده های دیگه هستن که در لیست هستن، خودش را نمیدونم شده بالاترین مقام که قرار این عدالت رو اجرا بکنه خود اونها موضوع رسیدگی به عدالت بشن. بنابراین همونطور که اشاره کردم هیچ مشخصه ای از اجرای عدالت و نه اراده اجرای عدالت تو جمهوری اسلامی وجود نداره، بنابراین این شعار میشه. یعنی شما میفرمایید که تمام راه ها یک زمانی میگفتن به روم ختم میشه، الان میگن به قم ختم میشه، تلفظ فرانسوی روم هم قم میشه، ولی الان در تمام راه ها اینطور که شما اشاره میکنید در جمهوری اسلامی به بیت رهبری و ولی فقیه آیت الله خامنه ای ختم میشه. حدود کمتر از دو دقیقه داریم. قطعا همینطور هست. اون داستان چیز هستش، شما نگاه بکنید با یه صحبتی که هر اتفاقی که تو جمهوری اسلامی افته خارج از کنترل ایشون نیست. اخیرا صحبت ایشون نگاه بکنید، حتی در مورد نوع بازی هایی که بچه ها میکنن ایشون نظر داره. مگه میشه ایشون در مورد مسائل سیاسی امنیتی کشور کنترل کامل نداشته باشه؟ همون صحبت آقای ظریف در مورد توانایی های نظامی جمهوری اسلامی نگاه بکنید، واقعا الله به یه جوک میموند. ایشون حرف درستی رو اشاره کردن، حجم و حمله که به ایشون شد که در مورد اینکه آمریکا میتونه چیزای نظامی ایران رو در آن واحد از کار بندازه، ببینید پاسخهایی که به ایشون داده شده واقعا ته پاسخ اینه که قدرت نظامی جمهوری اسلامی اونقدر هست که مقام معظم رهبری اراده بکنن. یعنی هیچ چیز با واقعیت نیست. تو عرصه سیاسی هم همینه، آقای خامنه‌ای مسئول همه این مسئله هستش و رئیس قوه قضاییه که به حال منتسب ایشون هست در بحث اعدام ها صریحا اعدام دفاع میکنه. بنابراین چه چیزی رو ما میخوایم انتظار داشته باشیم که جمهوری اسلامی
بخواد آقای خامنه‌ای بخواد که چی میگن عدالت رو جامعه جاری و ساری بکنه، یا بخواد که خواست مردم و حقوق مردم احترام بذاره، چون خودش در اصل سرسلسله ناقضانون. سپاسگزار هستیم آقای اکبر عطری عزیز، با سپاس بسیار از شما. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با ما با برنامه خودتون تفسیر خبر در ارتباط باشید. برنامه های ما رو، برنامه های پیشین تفسیر خبر رو میتونید روی وبسایت شبکه تلویزیون ایران فردا تماشا کنید. با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان و آسماری و الوندکو و کوهساران دنا و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.